سلام به خبرهای این ساعت از تلو و تلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: واکنش حکومت در برابر خبر کشته شدن 2000 شهروند افغانستان در جنگ سوریه. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که نباید خون فرزندان افغانستان برای اهداف بیگانگان و در کشورهای دیگر ریخته شود. من نباید خون فرزندان وطن برای اهداف بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شود. ادامه گفتگوهای جمعیت اسلامی با نمایندگان ارگ ریاست جمهوری. جمعیت اسلامی یک طرح 11 ماده‌ای را به ریاست جمهوری سپرده است. ما فقط انتظار مذاکرات که بین حکومت و جمعیت اسلامی و متحدینش میشه انتظار امر داریم. میلیاردها افغانی فساد در شهرداری هرات. شهردار هرات میگوید که برخی کارمندان شهرداری این ولایت در 5 سال گذشته میلیاردها افغانی را به جیب زدند. پولی بوده که باید صرف خدمات رسانی به مردم هرات میشده، افراد اشخاص مختلف سر خود تقسیم می‌کرد. و آغاز دور تازه گفتگوها برای ایجاد حکومت ائتلافی در آلمان. ریاست جمهوری در واکنش به پخش خبر کشته شدن 2000 شهروند افغانستان در جنگ سوریه میگوید که نباید فرزندان این کشور برای اهداف بیگانگان و در کشورهای دیگر ریخته شود. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که حکومت مخالف شرکت شهروندان افغانستان در جنگ‌های نیابتی در کشورهای دیگر است. وزارت امور داخله نیز از شهروندان کشور میخواهد که اگر انگیزه پیکار در برابر داعشیان را دارند در افغانستان در برابر این گروه بجنگند. عجیب اینه که در بین این مردم به نتیجه نرسید ایران هراسی. ظهیر مجاهد، یکی از اعضای برجسته لشکر فاطمیون، در گفتگوی با شبکه 5 ایران میپذیرد که در درازای 2 سال 2000 شهروند افغانستان در جنگ سوریه جان باختند و نزدیک به 8000 تن دیگرشان زخم برداشتند. اینان جنگجویان مهاجر در ایران بودند که در چارچوب لشکر فاطمیون برای جنگ به سوریه فرستاده شده بودند. نباید خون فرزندان وطن برای اهداف بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شود. وزارت امور داخله نیز از این جوانان که در جنگ سوریه شرکت می کنند می خواهد که اگر انگیزه پیکار با داعشیان را دارند باید در چارچوب نیروهای دولتی در برابر این گروه بسیج شوند. دوی که ولیشی افغان امنیتی تو کنو پس فوق جذب شید. شخصی که در منازعات مسلحانه و جنگهای داخلی دیگر کشورها اشتراک کنند با حبس طویل 5 الی 7 سال محکوم میشه. داعشیان در 3 ماه گذشته تنها 8 حمله در شهر کابل انجام دادند. عباس که یکی از گواهان رویداد انفجار داعشیان بر مرکز فرهنگی تبیان بود و در انتقال قربانیان این رویداد سهم داشت، درباره شرکت شهروندان افغانستان در جنگ سوریه میگوید. یک گده که میره خب زیادیش با خاطر منافع شخصی میره، با خاطر پیسه میره. از 2 سال بدین سو برخی از مهاجران کشور در ایران در چهارچوب لشکر فاطمیون زیر نظر سپاهی پاسداران ایران در جنگ های سوریه در برابر داعش می جنگند. پیش از این محمد محقق نیز از چگونگی مبارزه های نیروها ستایش کرده است. ستایش که با واکنش های تند مقام های دولتی روبرو شد. بشیر احمد بیژن آگاه مسائل سیاسی برای بحث بیشتر در این باره با ماست. خیلی خوش آمدین آقای بیژن. آماری که از کشته شدن شهروندان افغانستان در جنگ سوریه پخش شده خیلی تکان دهنده است. در اینجا کی مسئول است؟ از کی باید پرسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و مردم نجیب افغانستان. اجازه بدین بگویم که 40 سال تمام است. 40 سال تمام است که این روند ادامه داره. خون مردم مظلوم این سرزمین بی‌دریغ ریختانده میشه
و در طول امی 40 سال برای اهداف بیگانه ها بوده. استثنان در این مسئله که واقعا بسیار زیاد مایوس کننده است، مسئولان دست اول حکومت افغانستان جدا محکوم هستند، چون این قضیه بیش از 3 سال در بر میگیره و ما در طول همین مدت بارها از تریبیون های مختلف و استثنان از تریبیون تلونیوز شاید صدها بار به حکومت یا به مسئولان حکومت تاکید کرده باشیم که از سرنوشت مردم مظلومش باید دفاع بکنه. اینجا بحث اعتقاد و عقیده نیست. برخی از صحبت ها را من در سرویس خبری شما مشاهده کردم، همه کسانی که به سوریه فرستاده میشه مظلومترین شهروندان افغانستان هستند که برای دریافت پول و سند اقامه در کشور ایران به صورت غیر انسانی و غیر بشردوستانه و خلاف تمامی نرم ها و قوانین پذیرفته شده به واسطه حلقات مستبد و حلقات آخوندی مستبد ایران برای اهداف شومی که در هر کجا دارن از مجبوریت اینا استفاده میشه و حکومت افغانستان ای که مشغول پول جمع کردن هستن یا مشغول چی هستن، جدا در برابر شهروندان افغانستان متاسفانه ادای مسئولیت نکرده. آقای بیژن، اگر اینها به گونه داوطلبانه و از روی یک انگیزه در این جنگ اشتراک کرده باشند، در اون صورت یا در این حالت تقصیر حکومت چیست؟ ما استثناءات گفته نمیتونم، ولی به صورت مجموعی تا جایی که ممکن بوده پیگیری کردیم و از منابع مختلف دریافتیم که تنها و تنها وسیله که اینها کشانیده میشن به این سرنوشت بسیار بدبخت، او امو مجبوریتی که اینها دارن، مجبوریت اقتصادی و نداشتن اسناد برای زندگی کردن خودشان و خانواده هایشان اکثرا در ایران. شما میدانید که کشور ایران مخصوصا امو حلقات آخوندی ایران که اهداف استراتژیک در منطقه دنبال میکنه، همیشه از این فرصت ها برای تحقق امو اهداف شومشان استفاده کرده. حالا چگونه میشه دولت ایران در این عرصه مشخصتر پاسخگو ساخت و کی باید از حکومت افغانستان در این باره بپرسد؟ خیلی فشرده. تریبیون های نهادهای حقوق بشری در اختیار ما هست، سازمان ملل متحد در اختیار ما هست. تنها حکومت افغانستان اگر یک بارم شده احساس مسئولیت بکنه در قبال شهروندانش، 2000 نفر کشته شده و بیش از 8000 تن دیگه به خاطر مقاصد شومی که ایران داره، حلقات آخوندی ایران داره، اینا زخمی شدن. این مسئولیت دولت افغانستان است. خیلی سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. ممنون. نمایندگان جمعیت اسلامی و نمایندگان ریاست جمهوری برای سومین بار امروز درباره از میان برداشتن بنبست روابط میان عطا محمد نور و حکومت گفتگو کردند. با گفته شورای رهبری جمعیت اسلامی، این حزب یک طرح 11 ماده‌ای را بر ریاست جمهوری سپرده است. عطا محمد نور نیز میگوید که وی انتظار نتیجه این نشست را دارد. نمایندگان جمعیت اسلامی و نمایندگان حکومت وحدت ملی برای سومین بار امروز به روز یک شنبه در وزارت امور خارجه پشت درهای بسته نشست دارند. اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی میگویند که برگزاری لوی جرگه قانون اساسی، توزیع شناسنامه های برقی بر بنیاد قانون توشیح شده، تغییر نظام، سهم جمعیت اسلامی در حکومت وحدت ملی، ماندن عطا محمد نور بر کرسی ولایت بلخ تا پایان حکومت وحدت ملی بخش های از طرح 11 ماده‌ای جمعیت اسلامی هستند که به نمایندگان ریاست جمهوری سپرده شده است. ما فقط انتظار مذاکرات که بین حکومت و جمعیت اسلامی و متحدینش میشه انتظار امور داریم. هر فرمان و فیصله ای که رهبری به ما صادر کرد او برای ما قابل عملی است و واجب است که عمل بکنیم. در تاریخ مقرری ها و برکناری های
ارکان ارشد دولتی از طرف دولت مرکزی هیچ پیش شرط نمیتونه وجود داشته باشه. فقط لزوم دید قانون و دولت است که کدام مامور ارشدش در کجا کار کنه، چقدر مدت کار کنه. وقتی رئیس جمهور یک تصمیم میگیرند، یک بخش تصمیمش باید سازنده باشند. در حدود 3 هفته پیش ریاست جمهوری اعلام کرد که استعفای عطا محمد نور را پذیرفته است، اما آقای عطا میگوید که 5 ماه پیش استعفا کرده بود و اگر حکومت شرطهایش را نپذیرد از کرسی ولایت بلخ کنار نخواهد رفت. شهرداری هرات میگوید که برخی کارمندان شهرداری هرات با حلقه های بیرونی در 5 سال گذشته میلیاردها افغانی عواید این اداره را به جیب زدند. وی میگوید که برخی نهادهایی که مسئولیت نظارت از منابع عایداتی این اداره را بر دوش داشتند، در همدستی با این حلقه ها در هر ماه بیش از 30 میلیون افغانی پول این اداره را به جیب می زدند. هیئت ویژه لوی سرنوالی 15 کارمند این اداره را در پیوند به این اتهام ها بازداشت کرده است. در 5 سال گذشته عواید شهرداری هرات از دروازه های این شهر در هر ماه کمتر از 8 میلیون افغانی است. اما هنگامی که چگونگی فعالیت کارمندان این بخش ها بررسی شدند، روشن گردید که این بندرها در هر ماه بیش از 40 میلیون افغانی درآمد داشتند. اما این کارمندان پول این اداره را به جیب می زدند. متاسفانه شبکه ها و اشخاص مختلف در گذشته ایره از شهرولی هرات می گرفتن. یعنی پولی بوده که باید صرف خدمات رسانی به مردم هرات می شده، افراد اشخاص مختلف سر خود تقسیم می کرد. در پیوند به این اتهام ها، هیئت لوی سرنوالی پس از بررسی ها 15 تن از کارمندان این اداره را روز یکشنبه بازداشت کرد، اما 19 متهم دیگر فرار کردند. هرچند شهردار هرات می گوید که برخی حلقه های بیرونی که احتمالاً از نهادهای امنیتی بودند در تقسیم و بجیب زدن این پول ها دست دارند، اما شهردار هرات از این چهره ها نام نمی برند. برای ما مشخصه، یعنی برای شخص من، ولی ما نمی خواهیم پیش از آن که روند قانونی خود پروسه طی بکنه ما بیایم که فردی را از او نام بگیرم. در همین حال سخنگوی مرکز عدلی و قضایی می گوید که هیئت با صلاحیت برای بررسی این اتهام ها و بازداشت فساد پیشگان شهرداری هرات به این ولایت رفتند و قرار است 8 پرونده بزرگ این اداره را بررسی کنند. گزارش های و راپور های مبنی بر فساد در بنادر از طرف اداره شهرداری برای لوی سرنوالی مواصلت کرده. زمانی که این گزارش برای لوی سرنوالی میرسه، اونها یک هیئت را توظیف میکنند و همین لحظه سرنوالای مرکز عدلی قضایی هرات تحقیق خود آغاز کردند. با شناسایی این فساد پیشگان گفته می شود عواید شهرداری هرات به گونه بی پیشینه و چشمگیری افزایش یافته است. وزارت داخله پاکستان نامه های 72 گروه هراس افغان را به شهروندان این کشور داده است و از آنان خواسته است که با هیچ یک از این گروه ها همکاری نکنند، ورنه مجازات خواهند شد. در این فهرست نامه های گروه های تحریک طالبان پاکستان، داعش، لشکر طیبه، لشکر جنگوی و جماعت دوان نیز جا داده شدند. وزارت دفاع افغانستان این کار پاکستان را نشانه برای اثبات حضور گروه های هراس افغان در خاک پاکستان می داند. نام های لشکر جنگوی، جیش محمد، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان، کمیته امنیت مردمی، اهل سنت و جماعت، ارتش متحد بلوچستان، جیش اسلام، داعش، جماعت الدعوه و بنیاد فلاح انسانیت مشمول این فهرست هستند. پاکستان از تروریست ها حمایت میکنند. اگر سیاست پاکستان تغییر کنند، شما باور کنین که 50% در امو روز در افغانستان جنگ پایین میاین، سطح جنگ پایین میاین. این در حال است که ایالات متحده امریکا کمک های نظامیش را به پاکستان به حالت تعلیق برآورده است. پاکستان حمایت میکنه گروه های تروریستی را، خاصتا شبکه اقانی و طالبان را. این فرصت طلایی را باید از دست ندیم، باید ما همصدا با جامعه جهانی باشیم. جماعت الدعوه که رهبر آن حافظ سعید است، در بزرگترین حمله مرگبار در سال 2014 میلادی در شهر ممبئی هند نیز متهم است و ایالات متحده امریکا برای پیدا کردن او 1 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. تا لحظات دیگر. هفته قانون اساسی در افغانستان در برنامه آموزشی مکتب ها آموزش قانون اساسی گنجانیده می شود.
یک جوان 24 ساله نرم افزار را برای ردیابی موترها و افراد در کابل ساخته است. این جوان میگوید که این نرم افزار را برای جلوگیری از دزدی موترها و ازدحام ترافیکی ساخته است. با گفته او هم اکنون 1000 موتر در مرکز و ولایت های کشور از این افزار کار میگیرند. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از تلاش‌ها برای گنجانیدن قانون اساسی در برنامه‌های آموزشی مکتب‌های کشور سخن می‌گوید. با گفته یک عضو این کمیسیون، این طرح از یک سال پیش روی دست گرفته شده است و دانش آموزان باید از آغاز با قانون اساسی کشور آشنا شوند. در همین حال شمار از حقوقدانان بر نیاز بر بسترسازی برای عملی شدن قانون اساسی تاکید می‌ورزند و از اینکه بیشتر مواد قانون تنها روی کاغذ بر جا ماندند انتقاد می‌کنند. بزرگ داشت از 14 سال روز تدوین قانون اساسی در کشوری که باورها به قانونمندی رفته رفته تنها به حضور در چنین مراسم خلاصه شدند. دلت افغانستان طول ادبا مساوی گرنل شوی، هیس افغان له هیس افغان نه کم نده او هیس افغان له هیس افغان نه جگ نده. در چنین اوضاع از تلاش ها برای گنجانیدن قانون اساسی در برنامه های آموزشی مکتب های کشور نیز سخن گفته می شود. مردم هم از حقوق خود آگاهی داشته باشند و در این حال مسئله دولت مکلفیات خود انجام بده. در کنار ده ها نمونه که در چند سال اخیر از آنها همچون صد فرارای عملی شدن قانون اساسی یاد شدند، اینها چند نمونه بزرگ از این دست دانسته می شوند. انتخابات شورای ولسوالی و شورای قریه، شاروالی ها و مجالس شاروالی ها از طرف حکومت قبلی برگزار نشد، با وجود که امکانات برگزاری از انتخابات وجود داشت و عدم برگزاری انتخابات ولسی جرگ در سال 1394 و برگزاری انتخابات پرجنجال سال 1393 و بنبست ازی و بالاخره ایجاد حکومت وحدت ملی بر مبنای توافقنامه سیاسی، اینا کلش نشان دهنده نقض قانون اساسی است. در این میان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که بر عملی شدن احکام قانون اساسی تاکید می‌ورزد، نیز درگیر اختلافات داخلی اعضای این کمیسیون بوده است، چنان که در ماه‌های پیش اعضای این کمیسیون با سلب عضویت رئیسشان از این کمیسیون تلاش کرده بودند. امروز اکثریت اعضای کمیسیون در کنار به شمول خود رئیس کمیسیون در کنار هم قرار گرفتن و تصمیم جدی گرفتن که دیگه ما کمیسیون نمیخوایم به قهقرا بره. قانون اساسی در هر کشور تامین کننده نظم و بنیاد قانونهای دیگر دانسته می شود. افغانستان برای دست یافتن به قانون اساسی که پاسخگوی همه نیازهای این کشور و مردمانش باشد، نزدیک به یک قرن تلاش را گوا بوده است. اما در نابسامانی های چندین دهه افغانستان، قانون شکنی های بسیاری انجام شدند و در این میان، قانون های اساسی کشور نیز از این آسیب ها به دور نبودند. تا لحظات دیگر. رشوه ستانی پلیس و کارمندان شهرداری از دست فروشان در کابل. مایی چه خبر جور میکنیم سن دست فروش ها ایران؟ صندوق جهانی پول از اصلاحات مالی و بانکی افغانستان پشتیبانی میکند. مسئولان صندوق جهانی پول میگویند که برای بهبود نظام بانکی و بهبود ذخایر ارزی کشور با بانک مرکزی مشوره میدهد و تلاش میشود تا نظام بانکی کشور با ثبات و به گونه مطمئن عمل کند. آنان میگویند که برای دسترسی شهروندان افغانستان به قرضه ها و خدمات مالی در همکاری با کمک کنندگان دیگر برنامه های سودمندی را روی دست گرفتند. شمار از دستفروشان در پایتخت از برخورد نادرست پلیس و کارمندان نواحی شهرداری کابل شکایت دارند. آنان میگویند که پلیس و کارمندان نواحی شهرداری کابل که در پاکاری جاده ها از وجود دستفروشان مسئولیت دارند، گذشته از گرفتن رشوه آنان را لت و کوب میکنند و کالاهایشان را به زمین میریزند. این دستفروشان از حکومت میخواهند که به مشکلاتشان راه حل بنیادی جستجو کند. تا لحظات دیگر. خواست برخی از کشورهای عربی فلسطین که پایتخت آن بیت المقدس باشد به حیث کشور مستقل بر رسمیت شناخته شود.
حزب دموکرات مسیحی انگلا مرکل نخست وزیر آلمان دور تازه گفتگوها را درباره ایجاد یک حکومت ائتلاف با حزب سوسیال دموکرات این کشور آغاز کرده است. هرچند پیش بینی نتیجه این گفتگوها دشوار است، اما انتظار می رود که هر تصمیم این دو حزب بر وضع مهاجران در آلمان اثرگذار باشد. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان بار دیگر گفتگوها برای تشکیل یک ائتلاف در آلمان را با حزب چپ سوسیالیست دموکرات آغاز کرده است. در همین حال رهبران این احزاب میگویند که امیدوار هستند این گفتگوها بتواند بحران سیاسی آلمان را نقطه پایان دهد. ما به گونه سریع و مشتاقانه کار خواهیم کرد و آنچه ما می خواهیم این است که ما همیشه روی چیزهای تمرکز می کنیم که مردم از ما انتظار دارند. آنها به گونه طبیعی انتظار دارند که پالیسی های ما بتواند چالش های کنونی را حل بسازد تا فضا به میان آید که مردم بتواند در تصمیم های کشورمان دخیل باشند. بنابراین من اینجا حضور دارم تا گفتگوها را با احزاب دیگر ادامه بدهم. گفتگوهای من تا 5 روز آینده پایان خواهند یافت. این 5 روز برای گفتگوها درباره مسائل گوناگون و گفتگوی ائتلاف بسنده خواهد بود. تصمیم نهایی در کنگره حزب گرفته خواهد شد و من از تمامی اعضا می‌خواهم که در این گفتگوهای سازنده سهم بگیرند. این در حال است که پیش از این نیز گفتگوها میان احزاب برای تشکیل یک ائتلاف در آلمان برگزار شده بود، اما آنها نتوانستند به توافق دست یابند. دیده شود که این گفتگوها میان احزاب می توانند نتیجه بخش باشند یا خیر. برخی از کشورهای عربی می گویند که کشورهای جهان باید فلسطین را همچون یک کشور مستقل که بیت المقدس پایتخت آن باشد بر رسمیت بشناسند. این در حالی است که بر بنیاد یک گزارش نیویورک تایمز، حکومت مصر با وجود مخالفت علنی با تصمیم دونالد ترامپ، به گونه پنهانی به برخی از رسانه‌های این کشور گفته است که فلسطینیان باید شهر راملا را در کرانه غربی رود اردن همچون پایتخت کشور آینده ایشان بپذیرند و بیت المقدس را پایتخت اسرائیل بشناسند. وزیران خارجه اردن، عربستان سعودی، امارات متحده، مصر، مراکش و فلسطین در نشست در شهر عمان برای دنبال کردن واکنش‌هایشان در برابر تصمیم ایالات متحده درباره بیت المقدس یک کمیسیون ایجاد کردند. آنان میگویند که باید فلسطین با بیت المقدس شرقی همچون پایتخت آن به حیث یک کشور مستقل بر رسمیت شناخته شود. ما اکنون خواستار یک تصمیم سیاسی جهانی هستیم که فلسطین را بر بنیاد مرزهای سال 1967 میلادی و با بیت المقدس همچون پایتخت آن به حیث یک کشور بر رسمیت بشناسد. اتحادیه عرب تاکید می‌ورزد که هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی درباره بیت المقدس تصمیم بگیرد. باید درباره نقش ایالات متحده و طرفهای دیگر مانند فرانسه گفتگو کنیم. نشست صلح که در فرانسه برگزار شد باید دنبال شود. دیدگاه چین، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نیز باید در نظر گرفته شوند. هیچ کسی نمیتواند بدون در نظر گرفتن یک چارچوب بزرگ در این باره تصمیم بگیرد. ما را از تندیس‌سازان در جشنواره یخی که در شمال چین برگزار شده است شرکت کردند. در این جشنواره تندیس‌سازان اثرهایی را که خلق کردند به نمایش می‌گذارند. در این جشنواره تندیس‌سازان از 14 کشور گوناگون جهان شرکت کردند و این جشنواره تا 2 روز دیگر ادامه دارد. نزدیک به 40 تن از تندیس‌سازان از 14 کشور گوناگون جهان در شمال چین در هاربین گرد آمدند تا در رقابت تندیس‌سازان شرکت کنند. در این رقابت تندیس‌سازان از کشورهای گوناگون جهان تندیس‌های یخی ساختند و با این کارشان بخشی از فرهنگ کشورشان را به نمایش می‌گذارند. در عموم روی شیوه حکاکی بر تندیس ها صحبت می شود. رقابت های کشورهای غربی از بحر ما هستند. اما این رقابت ها سبب نیرومند ساختن انعنات و مفکره های کلاسیک ما می شود. بنان من جزئیات را در تندیسی که ساختم بیان کردم.
این سال سوم است که من در هاربین از بهر شرکت در جشنواره یخی هستم. این سال ما تندس های شفاف را ساخته ایم. در حقیقت این مفکره های است که ما آن را از یخ به وجود آورده ایم و اینها در شیوه های شفاف هستند. ما امیدوار هستیم آنچه را که برنامه کرده بودیم به آن برسیم. ما فقط می خواهیم گوشی از نیوزلند را در اینجا به نمایش بگذاریم و در اینجا چیزهایی به نمایش گذاشته شدند که حقیقی هستند. بعضی روزها ما می بینیم که هیچ کس در این چیزها نشنیدند. بنابراین ما می خواهیم چیزهایی را در اینجا به نمایش بگذاریم. تمام تندیس‌هایی که ساخته شدند از توته‌های بزرگ یخ هستند. این جشنواره یخی در ششم ماه جنوری آغاز شده است و تا دو روز دیگر ادامه دارد. عطا محمد نور میگوید که اگر رهبری جمعیت اسلامی تصمیم بگیرد خودش را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 میلادی نامزد خواهد کرد. رئیس اجرایی جمعیت اسلامی در گفتگو با خبرگزاری رویترز میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی اعتماد مردم را از دست دادند. والی برکنار شده بلخ سوی رئیس جمهور میگوید که عبدالله عبدالله اعتمادش را در میان رهبری جمعیت اسلامی از دست داده است. عطا محمد نور در گفتگو با خبرگزاری رویترز می گوید که وی به علت این که در برابر زورگویی ها و دزدی های کاخ ریاست جمهوری و کاخ سپیدار واکنش نشان داده است با یک توطئه روبرو شده است. جرم ما چی است که در برابر این توطئه صورت می گیرد؟ جرم ما همی است که علیه تروریسم جنگیدیم، با غرب متحد باقی ماندیم. جرم ما همی است که در برابر زورگویی های با اصلاح یا دزدای ارگ و سپیدار نه گفتیم. جرم ممی است که عدالت واقعی اجتماعی و سیاسی در سر افغانستان می خواهیم. رئیس اجرایی جمعیت اسلامی عبدالله عبدالله را یک رهبر ناتوان می داند و می گوید که جمعیت اسلامی دیگر بر وی اعتماد نخواهد کرد. جمعیت یک پارچه هست و یک پارچه نشال و باقی می مانه. ولی ایج وقت در کنار دکتر عبدالله دیگر اعتماد نخواهد. چون دکتر عبدالله ضعف خود را به نمایش گذاشت، در تمام بی‌کفایت‌ها شریک است و در برابر تمام جنایت به تفاوت باقی مانده. دیگه جمعیت به سر دکتر عبدالله سرمایه گذاری نمی‌کند. آقای نور انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 میلادی را مهم می‌داند و می‌گوید که اگر رهبری جمعیت بر وی اعتماد کند، خودش را در این انتخابات نامزد خواهد کرد. رئیس و اعضای رهبری جمعیت و متحدین ما این مسئولیت به دوش ما بانه حتما کاندید هستند. در همین حال مزاریان از حکومت می خواهند که به این کشمکش ها پایان بدهند تا که دشمن از این سوی استفاده نکنه و جناب والی صاحب در واقع در ولایت برق خدمت خود کرده و مردم طرفداری هم است که باید جناب والی صاحب در ولایت برق باشند. خواست ما از دولت مرکزی خصوصا جناب صاحب اشرف غنی و رئیس اجرایه همی است که همی تنش‌ها و اختلافاتی که در دولت رخ داده همی را محو بکنن، همی والی ما را گشته در جایش برقرار بانن. رئیس جمهور پس از برکناری عطا محمد نور نزدیک به یک ماه پیش مهندس داوود را والی بلخ تعیین کرد، اما عطا محمد نور در برابر این تصمیم رئیس جمهور ایستاد و مهندس داوود تا کنون نتوانسته است به مزار شریف برود. شماره از سرمایه گذاران و بازرگانان می گویند که در سالهای اخیر انعطاف پذیری برای پرداخت مالیات به حکومت بسیار زیاد است. اما حکومت باید از فساد اداری و مشکل تراشی ها در نهادهایی که مالیه گرد آوری می کنند باید جلوگیری کند. آنان می گویند که مشکلات در قوانین مالیاتی طولانی بودن روند اداری پرداخت مالیات از چالش های بزرگ در این بخش هستند. در دومین روز هفته مالیات شماره از مالیات دهندگان میگن که در سالهای اخیر شماره زیادی از مالیات دهندگان تلاش کردند که مالیاتشان را به زمان معین آن به حکومت بپردازند. فضل رحمان جاهد یکی از سرمایه گذاران میگوید که از دو سال بدین سو که شرکتش را ایجاد کرده است 200 هزار افغانی به حکومت مالیه پرداخته است و مشکلات در قوانین مالیات، پیچیده بودن روند اداری و نبود آگاهی دهی لازم از قوانین و شرایط مالیه دهی را از چالش های عمده میداند، اما میگوید که به پرداخت مالیات متحد است. اگر سیستمی وزارت مالیه به شکل آسانتر یا ساده‌تر چی شود،
قسم بتانند که ما بسیار با آسانی یا با راحتی بتانیم که همون مالیه را تصفیه کنیم، این در فکر ما بهتر میشه، یک ذره پیچیدگی هست. از سوی هم در حال حاضر بیشترین سرمایه گذاران و مالیات دهندگان در کشور به این مطمئن هستند که با پرداخت مالیات آنان رشد اقتصادی در کشور میسر می شود. خصوصی سکتور باید مالی خود تصفیه کنه و مالیات خود می پردازه، اما از جانب حکومت هم باید سهولت های لازم در نظر گرفته شود. در بخش تعدیل قوانین، قانون مالیات بر عایدات، قانون امور اداری مالیات، ما پیشنهادات خود داشتیم، نظرات سکتور خصوصی را جمع آوری کردیم، با حکومت مشخصا با وزارت مالیه شریک ساختیم. خوشبختانه وزارت مالیه هم قبول کرد، در قوانین جابجا کردند، ولی تا به حال این قوانین تصویب نشده، باید تصویب شود و مولیور اجرا باید باشه. وزارت مالیه میگوید که برای ساده سازی روند مالیه دهی در کشور برنامه های را روی دست دارند. آنان میگویند که در حال حاضر با به کار انداختن سیستم های برقی در شماری از اداره های این وزارت تلاش دارند که از دشواری ها در پرداخت مالیات در کشور جلوگیری کنند. و قوانینی که تعدیلات را وستل، ده اظهارنامه الکترونیکی کول، همدارنگ ده پروسو ساده کول او ترسنگ عامه پوهاوی، هغه موارد دی چې موږ تر سره کړی او دا د دې لامل ګرځیدلی چې د خصوصي سکتور لپاره اسانتیاوې رامنځته سي او بل مقابل موږ د اصلاحاتو په برخه کې هم یو مثبته پایله ولرو. په گفته بازرگانان و سرمایه گذاران، اگر حکومت اصلاحات لازم را در بخش های مالیاتی با وجود آورد، آنان حاضر هستند مالیاتشان را در زمان معین آن پرداخت کنند. از سوی هم وزارت مالیه میگوید که برای افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور این وزارت تلاش دارد که برنامه های بیشتر آگاهی دهی از سودمندی های پرداخت مالیات را راه اندازی کند. در نتیجه آتش سوزی در بزرگترین جنگل شهر لشکرگاه 35 جریب این جنگل سوخته است. هرچند تا اکنون علت این آتش سوزی معلوم نیست، اما گفته می شود که این رویداد به گونه برنامه ریزی شده رخ داده باشد. از سوی هم گفته می شود که در این اواخر روند ساخت و سازهای امنیتی در جنگل شهر لشکرگاه آغاز شده بود. جنگل بولان در شهر لشکرگاه یگانه جنگلی بود که بخش زیاد آن از غصب و نابود شدن در سالهای جنگ در امان بوده است. اما شب گذشته این جنگل به گونه مرموز آتش می گیرد و بخش زیاد آن می سوزد. عامل مگم پندقه بانده اوست فکر که او چی عامل یه چه دی. خوز مگه اگه کارمندان چی دشپی اول صحنه که را رسیده لیدی اگه دست ویل چی ور دی ولی دی خانه و دی طرف دقه صحه دو متر سوزیدلی و نوز دینا مولمی گی چی دغا صاحب پوری دی دغا خانه او رو زنگلت او را چول شوائی دی یا هر چه چی دی پاملی مگ نپی چی کما مرمی را غلی دا پودری را غلی دی دلتی او را چولی دی او داسی زنی خلک هم وایی چی دشپی پشنگانم پورته که دل خاغاز نپیم چی مخ که دی وقت نو که پا دی وقتی او. از سوی هم شمار از باشندگان شهر لشکرگاه میگویند که حکومت باید این رویداد را به گونه جدی پیگیری کند. پر داغ میتی کامای پر دیا سرک تو ور نور رسیدلی چی تی پیاره ور رسید پیشنگانو فکر که ور یار خدا دامی سر نپخلاشیده یا بده پیشنگانو یا بده روینیانو یا یارش کوی ولس نیم بچه دشپی در امینال از به پروژی ریاست زراعت این ولایت در حفظ این جنگل انتخاب میکنند. پاک جنگل من بلو دیگه هم داشتی و راجی و زایسی بلو راجی بلو زایسی دو سری تقریبا درم ایسا بالا پاتا نگذاری سرچی دو درم هم نور دا ډیر بدبختی ځای دی چې دوی ځنګلی ته اور اچولی او دا تفریح ځای دی چې موږ ټول هلمندیان دا ځای ته راځو د تفریح او مطالعې لپاره راځو. دا ډیر غلط کار سوی دی. این در حال است که پیش از این در منطقه مارجا و لشکرگاه شمار زیادی از جنگل‌های درختان گوناگون وجود داشتند، اما گفته می شود که این جنگل‌ها به بهانه‌های گوناگون از سوی زورمندان غصب شده‌اند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد برای دسترسی شمار از باشندگان 27 ولایت کشور برنامه دو ساله آبرسانی را در این ولایت عملی می سازد. وزارت احیا و انکشاف دهات هزینه این برنامه را بیش از 43 میلیون دلار می گوید که در سالهای 2018 و 2019 میلادی در کشور عملی خواهند شد. مسئول صندوق کودکان سازمان ملل متحد در کابل می گوید که در چهارچوب این برنامه آب و آشامیدنی بهداشتی برای کودکان و خانواده هایشان فراهم خواهند شد.
$43,295,000 مبلغ کمک شده صندوق کودکان ملل متحد که برای تهیه یا شمیدنی در افغانستان تخصیص یافته است از سوی وزارت های احیا و انکشاف دهات، معارف و صحت عامه در بخش های حفظ الصحه و تهیه آب یا شمیدنی در مکتب ها، روستاها و مرکز های بهداشتی هزینه خواهند شد. مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات میگویند که در سال 2018 میلادی وزارت احیا و انکشاف دهات بیش از $22 میلیون را در بخش آبرسانی و حفظ الصحه هزینه خواهند کرد. برای تطبیق پروژه های آبرسانی که حال زیر دست است، مبلغ $5,300,000 در نظر گرفته شده که شامل اعمار 150 شبکه های آبرسانی. پایان خبر ده. پس از وقفه کوتاه خبرهای ورزشی تقدیم می شود. فدراسیون فوتبال ولایت هلمند بهترین های فوتبال سال 2017 میلادی را در این ولایت ستایش کردند. مسئولین فدراسیون فوتبال ولایت هلمند میگویند که آنان توانستند در سال 2017 میلادی 14 تورنمنت فوتبال را راه اندازی نمایند. من پویلاتی سیالوی که استاش دوانده دیرول اغا هاشده چه دکلیده او په دغه شش کال کې سوارلس ټورنمنټونه جوړ شوي دي چې په هغه کې د ای ګروپ، د بی ګروپ، د برتر ټیمانو او د سی ټیمانو ترمنځ وه. البته ټول ټیمان مو په مجموعي ډول باندې اویا ټیمان ته رسېږي، البته په مرکز لشکرګاه کې. در محفلی که به همین منظور برگزار شده بود، مسئولین و اعضای شورای ولایتی هلمند وعده سپردند که هر گونه همکاری در بخش ورزش را خواهند کرد تا در این ولایت جوانان از جنگ دوری نمایند. موږ هر لحظه و دې ته ژمن یو چې د ورزش لپاره څه رقم کارو. مشکلات لرو، چالشونه لرو، موږ یو شی وایو، دا میدانونه ستاسې دي. دا میدانونه مو موږ تقریبا تسلیم کړي دي. که په رسمي ډول نه یې تسلیم شوي، غیر رسمي ډول باندې موږ چاته دا حکم نه دی ورکړی چې راسې په دروازه کې کښېني او د میدان واک ورکړي او چاته دا حکم نه ورکوو. د ورزش په هر برخه کې او په خاص ډول د فوټبال په برخه کې واقعیا چې موږ همیشه کوم سیالۍ وینو او یا د افغانستان په نورو ولایتو کې یا په مرکز کې د فوټبال سیالۍ په لارې اچول کېږي، د هلمند نوم په شخص تر کېږي، دا زموږ لپاره لوی افتخار او دا افتخار تاسې است. دا افتخار ستاسې ځوانانو دی، ټول هلمندیانو ته مور بخښلی. این در حال است که چند قبل ولایت هلمند گواهی رقابت های کرکت، والیبال، فوتبال بین جوانان بخش های مختلف این ولایت بود. مسئولین کمیته گزینش بازیکنان به تیم ملی کرکت کشور امروز تا نشست خبری فهرست بازیکنان دعوت شده برای 5 بازی یک روزه و 2 بازی 20 اوره مقابل زیمبابوی را اعلام کرد. در تی 20 لپاره 15 کس اسکواد دی. محمد شهزاد اوپنر، عثمان غنی، کریم صادق، اصغر ستانکزی کپتان، محمد نبی، نجیب زدران، شفیق الله شفق، سمیع الله شنواری، گلبدین نائب، راشد خان، مجیب زدران، شرف الدین اشرف، شاپور زدران، حمید حسن، آفتاب عالم، احسان الله جنت ده، رحمت شاه زرمتای ده، اصغر ستانکزی، نجیب زدران، سمیع الله شنواری، ناصر جمال، محمد نبی، گلبدین نائب، راشد خان، مجیب زدران، شرف الدین اشرف، دولت زدران او شاپور زدران. دا 15 کسیز لوبډاله دا د زیمبابوی د 500 لوبډاله لپاره قرار است. آبی پوشان کرکت کشور در نخستین دیدار خود به تاریخ 5 ماه آینده میلادی با میزبانی خود در ورزشگاه شارجه امارات متحده عرب مقابل زیمبابوی پا به میدان رقابت بگذارد. این در حال است که کرکت بازان کشور باید در ماه مارچ همین سال میلادی در رقابت های رایابی به جام جهانی در زیمبابوی شرکت نماید. یما سعیدی فرزند برهان الدین سعیدی به تاریخ 6 سرطان 1372 هجری شمسی چشم به جهان گشود. وی از سن 8 سالگی رو به ورزش رزمی آورد که در رشته های موتای و بوکس حرفه‌ای دست آورد های به سطح بین المللی را دارد. سعیدی در بوکس حرفه‌ای از مجموع 11 بازی
در تمامی آن پیروز بوده و هیچ باخت ندارد که 5 حریف خود را نیز با ضربه نکاوتی از پا در آورده است. سعیدی حتی یک بار لقب بادشاه تای بوکس آلمان را نیز به دست آورده است و حال پس از قهرمانی های زیاد در سطح بوکس حرفه‌ای ملقب به بهترین ورزشکار بین المللی از سوی سازمان بین المللی BIBI شد. من افتخار بزرگ که از طرف سازمان بیبه بر من داده شده و خوش هستم و بسیار زیاد تشکر میکنم. من عیس مادری امو جان این دستاورد بزرگ برای تمام مردم شریف ما دوستا علاقمندای امو جان ورزشکارا ورزش دوستا از این قلب تبریک میگم. امیدوار هستم که سال 2018 هم امو جان همونطور که در سال 2017 به صفت بهترین بوکسر از طرف سازمان بیبا انتخاب شده، سال 2018 هم یک سال پر از دستاورد، یک سال خوب برش باشه. یما تا به اکنون در مقابل ورزشکاران از کشورهای صبرستان، آلمان، مراکش، ترکیه، البانجا و سگنال به پیروزی های تاریخی دست یافته است و قرار است در سال 2018 میلادی نیز در مقابل حریفان سرسخت از کشورهای مختلف وارد رنگ نبرد شود. سعیدی در کنار آنکه یک بوکسر حرفه‌ای است، در بخش فیزیوتراپی تحصیلات دارد و همچنان مالک باشگاه ورزشی در سطح آلمان می باشد که ورزشکاران زیاد مصروف تمرینات در این باشگاه با وی هستند. میلی پوشان زیر 19 سال کرکت کشور از آمادگی های کامل برای رقابت های جام جهانی خبر می دهند. کرکت بازان کشور که از چند پیش برای آمادگی در این رقابت ها به زیلاند نو رفتند می گوید که تمرینات فشرده ای انجام دادند و امیدوار است که در این رقابت ها بتواند نتیجه خوب به سود افغانستان رقم زند. د افغانستان د نوسکلنو نړیوال جام سره روان دي چې په دې سالو کې د افغانستان نوسکلنو لوبډله هم د ګنو په مخه نوزیلند هیواد ته په خیر رسیدلې ده او په دې جام کې به د قهرمانو کېدو لپاره مو پوره تیاری نیولې دی او د لوبغاړو ته مو روزونکي کیمپونو تر څنګ یو لړ تمریناتي لوبې هم چمتو کړي دي. ملی پوشان کشور در زیلاند نو توانست در 4 بازی تمریناتی مقابل تیم سنترال دسترکس پیروزی میدان شود و زنگ خطر برای حریفان نشان دهد. پل منیجر سره ډیر زیات مننه کوم ځکه چې موږ ته دلته ډیر زیات سوداګین برابر شو، ډیر زیات مننه کوم د سی بی نه چې دومره ښه سوداګي او دومره ښه ماحول یې الکان برابر کړی دی. ان شاء الله پوره امید لرم چې الکان ډیر زیات تمرین کوي، پوره انرژي سره لګیا دي. امید لرم چې خلوب تر سره کو ان شاء الله ساس بدوګان برکت موږ به ان شاء الله په خپل مقصد کې کامیابی کو. ډیر زیات مننه لټوله یاران دوستان زموږ تمرینات ماشاءالله ډیر خروان دي، کوچینګ سټاف نه منیجمنت سټاف نه او کرکټ بورډ نه ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته ښه فسیلیټیز برابر کړی دي. ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې خمه تمرینات سره کوو د ورلد کپ کې بریا ترلاسه کړو. قرار است کرکت بازان کشور به روز دوشنبه همین هفته در یک دیدار آمادگی به جام جهانی مقابل بنگلادش بخت آزمایی کند و سپس در دومین دیدار آمادگیشان در مقابل نیمیبیا به روز چهارشنبه همین هفته پا به میدان رقابت میگذارند. این در حال است که ببرهای آبی کشور در نخستین دیدار خود در جام جهانی زیر 19 سالگان به روز 13 همین ماه میلادی در مقابل پاکستان بخت آزمایی خواهند کرد. آبی اناری ها با کسب 45 امتیاز از ابد بازی خود در صدر جدول لالیگا قرار گرفتند. شاگردان ولردو اختلاف 6 امتیازی با تیم دوم جدول اتلتیکو و همچنین با یک بازی بیشتر 14 امتیاز با ریال مادرید فاصله دارد. بارسا عملکرد بسیار خوب تا به این جای فصل داشته و شکست ناپذیر بوده است. با علاوه آنها شب گذشته موفق شدند انتقال کوتینیو را نیز نهایی کنند و با خیال راحت به ادامه فصل و رقابت‌های لالیگا فکر کنند. بارسا در 6 بازی اخیرش 4 پیروزی و 2 تساوی کسب کرده و روند بسیار خوبی را در هفته‌های اخیر طی کرده است. در آن سو لوانته با کسب 18 امتیاز در ردی 16 جدول قرار گرفته و شرایط خوب ندارد. آنها نیز در 6 بازی اخیر خود 3 تساوی، 2 شکست و 1 پیروزی به دست آوردند و حالا باید دید در شروع
نیم فصل دوم نیز همان روند نیم فصل اول را طی خواهند کرد یا تغییر در این عمل کرد ایجاد می کنند. بارسا در 6 تقابل اخیر خود با لوانتا در هر 6 دیدار پیروز شده و بعید است که در این دیدار خانگی دچار مشکل شود. ساموئل اومیتی به علت مصدومیت و بوسکتس به علت محرومیت نمیتواند بارسا را همراهی کند. حضور الک کاسر نیز هنوز مشخص نیست. ریال مادرید نیم فصل دومی لیگ را با امید به کاهش اختلاف امتیاز با بارسا و سود در جدول لالیگا آغاز خواهند کرد. سفید پوشان در 16 بازی خود 31 امتیاز کسب کردند و عملکرد خوب تا به اینجا نداشتند. شاگردان زیدان در 7 بازی این فصل دچار لغزش شدند که برای تیم مثل ریال قابل قبول نیست. با این حال زیزو امیدوار است تیمش در نیم فصل دوم متحول شود. امروز در غیابت بنزما احتمالا ریال از سیستم 2-1-3-4 استفاده کند و بلو رونالدو به عنوان دو مهاجم ریال به میدان خواهند رفت. ریال در 6 بازی اخیرش 3 پیروزی 2 تساوی و 1 شکست کسب کرده و در فرم خوب قرار ندارد. در آن سو سلتا با کسب 21 امتیاز در رده 12 جدول قرار گرفته است. آنها نیز در 6 بازی اخیرشان 3 شکست 2 پیروزی و 1 تساوی کسب کردند و در فرم خوب قرار ندارند. همچنین در 6 دیدار اخیر دو تیم 4 پیروزی برای ریال 1 تساوی و 1 پیروزی برای سلتا به دست آمده است. لوکا زیدان، کریم بنزما و سرخیو راموس به علت مصدومیت و کارواخال به علت محرومیت نمیتواند تیمشان را همراهی کنند. باشگاه بارسلونا اعلام کرد انتقال فلیپ کوتینیو ستاره برزیلی لیورپول به بارسلونا رسمی شده و این بازیکن حالا رسما بازیکن جدید بارسا محسوب می شود. ستاره برزیلی و سابق لیورپول عصر دیروز با پرواز از بندر لیورپول راهی بارسلون شد و نهایتاً باشگاه بارسلونا رسما خبر عقد قرارداد با این بازیکن را منتشر کرد. رقم انتقال کوتینیو گرچه رسمی نیست اما طبق اخبار غیر رسمی 160 میلیون یورو خواهد بود و بدین ترتیب او بعد از نیمار و کلیان امباپه تبدیل به 30 بازیکن گران قیمت تاریخ فوتبال شده است. بند فسخ قرارداد این ستاره برزیلی نیز 400 میلیون یورو اعلام شده است. بارسلون در تابستان امسال نیز تلاش زیاد برای جذب کوتینیو داشت و حتی تا آستانه جذب او نیز پیش رفت، اما در نهایت مدیران لیورپول مجوز این انتقال را صادر نکردند تا این پروسه در زمستان نهایی شود. کوتینیو در ابتدای فصل شرایط مساعدی نداشت اما رفته رفته فرم همیشگی خود را پیدا کرد و تا به حال در ابد بازی موفق به زدن 12 گل برای لیورپول شده بود. کوتینیو به علت حضور در لیگ قهرمانان با لباس لیورپول قادر به شرکت در این بازی ها در فصل جاری برای بارسا نیست، اما به دلیل اخباری که در مورد تمایل ریال مادرید و پاریس سن ژرمن به جذب این بازیکن منتشر شده بود، مدیران بارسا ترجیح داد در همین زمستان کار انتقال او را نهایی سازند.